بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابو عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. پیشا پیش ولادت موالید شعبانی را خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. بدون مقدمه برای استفاده از فرصتی که هست، مکمل فرمایشات همه عزیزانی که جای استاد بنده هستند در این محفل و تشکر از همه دغدغه‌مندان که در این لحظات دوره‌های واپسین به تعبیرم عزیزم آقای رسایی، به تعبیر واپسین روزهای واپسین این جریان که فرمودن که خیلی وقت پیش از اینها اینها افول کرده بودند، واقعیت اینه که اگر که یک دو سه هفته پیش بود، الحمدلله به برکت این بیلزنی ما در سر پل زهاب کمتر تلویزیون ما نگاه میکنیم و صبح از ساعت 4-5 تا ساعت 11-12 بیل میزنیم، تلویزیون نمیبینیم و بسیار ریلکس، هوا هم خوبه، برای ما شیمیایی ها به خصوص خیلی مفیده و فرمایش حضرت آقا هم این که بمونید تا آخر تا اونجا امورات ردیف بشه و اینا. یه شب به شکل اتفاقی توی همین ماه گذشته دیدم که اون پسر اون مرحوم مقروق در استخر فرح رو آورده بودند در تلویزیون و مجدی باهاش صحبتی میکرد و اینها. خیلی مبسوط و خندان ایشون فرمودن که مستحضرید که طی این 40 سال کلن حکومت دست ما بوده و یه مقطع دست کیو اینا، بازرگان فلان، پدر 8 سال فلان اینا، و یه 4 سالی تقریبا، شاید هم یه 8 سالی اشتباه شده، اینها مردم اشتباه کردن، اون هم باز دست ما بود و از ریل سعی کردن خارج بشه نشد و اینها فلان. واقعیت اینه که اگر همه چیزهای دیگر قلب کرده باشند و به گونه دیگه جلوه دادن، این رو دوستان درست گفت و واقعیت اینه که 40 سالیست که این جریان انحرافی چنبره زده و ریشه دوونده و علفهای هرز بیشتر از گل و گیاهایی مثل حججی و قاسم و اینها زده بیرون، به گونه ای که بسیار سخت بچه من میتونه گل و میوه رو لای این علفهای هرزی که 40 سال از چنبر زده به پیکره نظام تشخیص بده و اشتباه میگیره بعضی موقع فقط سبزی رو. و همونطور که عزیزم فرمود، یه دوره 4 ساله اون هم یک اتفاقی پیش اومد و شاید واقعا یه جریانی که نمیشه بگیم که این مثلا انتخاب ما بود یا فلانی اینا، لا یسقط من ورقت الا باذن الله، در شرایطی که ما بر این اعتقاداتیم که اعتقادیم که برگی از درخت نمیفته الا باذن الله، میشه انتخابات مثلا از این حوزه خارج بشه، چه به اشتباه ما چه به تدبیر ما، او مقدر کرده که ما یک روندی رو برای اینکه آزمایش بشیم و ازش به عنوان فتنه نام برده شده توی قرآن، یعنی آزمایش یکی از تعابیرش و معانیش، از این بابت با صحت و با سرسلامتی بیایم بیرون و باید جواب پس بدیم. واقعیت اینه که دوستان، جریان کنونی که الان حاکم است، خامه ای، خوب نهایت کنیم، خامه ای از بازرگان، بنی صدر، موسوی، هاشمی، خاتمی و از احمدی نژاد هم خصلت هایی رو به ارث برده. اتفاقا از احمدی نژاد لجاجت رو به ارث برده ایم. ما بقیه این شیطنت هایی که میبینید، هر کدوم از این خصلت هایی که میبینید از یکی از اونها به ارث برده، یعنی از بازرگان داره، بنی صدر داره، موسوی داره، هاشمی داره، خاتمی داره، اینا خامش
این پدیده‌ایه که الان دارید میبینید. یعنی بعد از این اگر مثلا متصور بشه که اشتباه بکنیم یا تکرار بکنیم چه چیز دیگری خواهد شد، خدا به داد برسه. نمیدونم باید یه کسی مثلا بیاد که بعد از این مثلا باید به ذهنم میسه داعش باید یه حکم فرما بشه دیگه، تیر خلاص اگر بخوای بزنی بعد از این با این صراحت تو ضد مواضع حضرت آقا نذاری فرمایش حضرت آقا خوش بشه، فرداش آقا بگه برجام پاره میکنین و فردا بگه مگر بعضی ها فکر کردن منقل است که نارو نشستند اینها من پاره میکنیم و در منقل میان برجام نشان دهند، برجام را خدا بر ما نازل کرد فلان شد اینا. یعنی در ضدیت با تفکرات امامین انقلاب بسیار شفاف و روشن پدیدش اینه. اگه کسی تا حالا نگرفته این موضوع رو بهتره بره استراحت کنه، بخواب پسرم، تو تا الان بیدار نشدی فقط با چک و سیلی و لغد دشمن از خواب بیدار میشی، اگر تا حالا نفهمیدی که این جریان نفوذی و انحرافی تا کجای مغز استخوان انقلاب رو در بر گرفته، بهتره پسرم بری استراحت کنی، تو دیگه با تحلیل اینو بیاد اینا صحبت کنی، اینا عزیزم تو بایستی استراحت بکنی. ضمن این که فرمود ایشون اگر همه تفکرات اینهاشو بزنم به دیوار بتونی، چند تا جمله رو درست گفته. یکی این که فرمودن مراسمی گرفته بودن اینها که هاشمی زنده است چون تفکراتش زنده است و اینها، اینو راست میگه دوستان. بر این باور هستم که به دلیل تلاش هایی که کردند و تصویری که این جبهه داشته، که البته فقط هم تصویر نیست، زر هم داشته و زور هم داشته، جریان انحرافی اینها تقریبا مستودی بر کل نظامه. بی برو برگرد در تمام وزارتخونه ها و نهادها، حتی نهادهای انقلابی متاسفانه ریشه دوونده و این تفکر زنده است. همونطوری که عزیزم گفت، ممکنه بگید که تموم شده و انزجار از این جریان هست اینها، لکن این گونه نیست. بسیار شفاف و روشن که در آخر قصه اینها یه چند دقیقه وقت باشه راجع به این قصه صحبت میکنم. نکته دومی که باز درست گفت این که من تدبیرم و دولتم دولت تدبیره، این هم درست گفت. ما بقیه چیزها اینها دروغ محض و کامل بودش، اینا که سر فرصت به خاطر دونه دونه اینها، اگر نظام نظامی باشه و شماها جوانهای افسر جنگ نرمی باشید از حضرت آقا، باید برای این قصه دونه دونه اینها این رو به محاکمه بکشید. یعنی برای دونه لا این اتفاق باید بیفته. خودم تصمیم داشتم که در تکمیل حرکتی که شروع کردیم ما در مشهد اینها، بعدم عزیزم جناب زنور و سایر عزیزان اینها بحث چیز رو استیضاح و محاکمه رو شروع کردند، بر این باور هستم علی رغم همه که میگن بگذار این چند ماه هم بگذره و اینها، بر این باورم خودم شخصی که اتفاقا پرچم استیضاح و محاکمه رو بچه های عدالت محور و مطالبه گر باید بدن بالا تو همین شرایط. استیضاح و محاکمه نباید اینجوری باشه که یا مثل بنی سعد در برن، یا بیان مثل خاتمی دو مرتبه گوگوری مگوری، یا مثل اون سیدی که همیشه در فتنه و اینها اونجا کنترل میکنن کار رو از راه دور و اینها و برنامه ریزی میکنن دی اینها دو مرتبه برن. همه شما مثل من قطعا بر این اعتقاد هستید. سوال میکنم آیا اتاق فکر فتنه 88، آیا اتاق فکر فتنه 88 نابود شد؟ چی شد عزیزم؟ بعضیاتون چون
بالاخره به عنوان خبرنگار و نماینده ها اومدید اعلام نمی کنید. ولی هر جا که این سوال در مقابل توده امت حزب الله پرسیدم، همه بر این اعتقاد دارن که اتاق فکر فتنه 88 نپوکید. مردم عادی بر این باورنده اینا، اتاق فکر فتنه 88 در داخل خاصه، خارج که خارجه، در داخل نپوکید، اون زنده است. تدبیر قبول داریم که تدبیر، اما نه تدبیر تو، همونطور که عزیزم فرمود، تدابیری که وندی شرمن که طول سگش زاید اینها، وزیر خارجه من تبریک گفت، گفتش که دمت گرم، این چه طول سگ خوشگلی زایدی تو و فلان، اینا تبریک گفت بهش، همکلاسی بودن با هم دیگه و اینا، کما این که خرکیفه که با بایدن هم همکلاس بوده. تدابیر رو وندی شرمن ها، جکستراها، فابیوس ها برای تو دیکته کردن و تو نعل به نعلش رو اجرا کردی. بیسی رو که گردنت زد بیرون، اینا گفتی از هر چیز بگذرم بیسی نخواهم گذاشت. چی بود بیسی؟ مگه تکنولوژی بود؟ مگه چی بود؟ چه آورده بود که تو میخواستی بیاری اینا؟ همه فهمیدن تهشم در اومده، اینا تا تهشم داری دنبال میکنی. ادامه بده، خیلی خوبه. پس نتیجه این که واقعا فرمود ما میترسیم که امروز در اثر یه اشتباه دیگه رکب بخوریم و یه پدیده دیگه ای، نه معمم مکلا یا حتی معمم، باز بیاد یکی به یکی اینا و میشه هم دیگه اینا رکب میخوریم. ما هم ساده ایم، علی رغم اینکه همه فکر بصیرتیم، 40 سال تجربه داریم، برن نه برادر، یه کسی بیاد سید خوشگلی باشه و اینها، لبگوری گوگوری مگوری عباش با نعله اینش ست باشه و اینها، ننه من میگه آخ نوه امامه همینه، رای بدیم برای بچه ها بیایید اینها، من که جیگ جیگ میکنم برات بذارم برم، نه تو هم بمون، تو هم بمون، اینها بیایید همگی با هم دیگه به نوه جان رای بدیم، به همین راحتی. و وسیرت نباشه همین میشه دیگه. یا به قولی عزیزم آقای خوششش فرمودن که قشنگ گفتش اینو، یه دفعه یکی از راه میرسه اینها که ما اصلا نمیده، فقط جوانگرایی رو آقا رو میگیریم، آقا سه ده هست برادر، نبرد و درگیری تو این دانشگاه ما کتک خوردیم، فوش شنیدیم، بالا رفتیم پایین اومدیم، اصلا از این موزه کسی، اینایی که بالاخره عزیزم جوانگراییه، باید تو تفکر این بنده خدا تو اقتصاد، توی عدالت، توی جنگ، توی سیاست خارجی، توی واردات صادرات اینا بدونی. همینجوری دقیقه 90 یه دفعه یه کسی لب لب از تو لب لب در میاد و اینا همه بگن که صلی علی محمد، هیچکی نبود او آمد. نمیشه عزیزم، این که بصیرت نشد به قولی عزیزم که آقا یکی یه دفعه یه اتفاقات اینجوری. اما حضرت اقوام، من تیه دو هفته گذشته در یکی از مدارسی که سر پل زهاب ساختم اینها، تو کلاس 8 عمل جراحی مهندس اتفاق افتاد. 8 عمل جراحی، یعنی دکتر اومد اینا دیدش که اصلا شرایطی نیست، اینا آخریش جنین، ببخشید خواهران محترمه توی جلسه، آخریش جنین مرده ای رو از توی رحم مادری کشیدن بیرون. گفتم خانم دکتر تو چجوری تشخیص دادی؟ گفت بوی بد دهنش فهمیدم که این دوچار این قصه است، اینا داره دردم میکشه، روش نمیشه بگه و اگر نمیکشیدن بیرون میمرد. این تو روستا حتی سر پل زهاب هم نمیتونی بیاد. من اینو یه مصداقی قرار دادم تو برنامه سریا زنده، الحمدلله ساعت 12:01 شب اینا فقط راز بقا و اینا پخش میشه و برنامه سریا خوبه، شما اونجا میتونی هر چیزی بگی و اینا، کسی کارت نداره اینا، همون که اونجا گفتم اینو بگم. گفتش که گفتم اتفاقا این دولت به این بیماری مواجهه، یعنی جنین مرده هست اون تو اینها. کی تشخیص داد؟ رهبر از بوی بد دهن اینها تشخیص داد بابا جان مجید دل بندم بکش بیرون از بابیوس، از وندی شرمن بکش بیرون، از اون بگیر، به خدا تهش چیزی جز نابودی خودت دهر نمیاد. هرچند که تو شما از جنس اونایی، یعنی عزیزم خوشقلب خوش چشم گفتش اینها که وقتی میای تو دانشگاه در مقابل انظار میگی که
آمریکا معلومه که ما میترسیم 4 تا موشک بزنه فلان. این آدم ذاتاً همون چیزی که به ماها نسبت داد گفتش ترسوها و بزدل اینا، دقیقاً خودش به همون بیماری مبتلاست این آدم. آقای قاسمی یک دقیقه جمع بندی بفرمایید. 2 دقیقه یا 5 دقیقه خودم رو که کذب کرده بودید رو میخوام بی زحمت تموم میکنم. عنایت میشه 2 دقیقه. عنایت بکنید. اما خطر دوستان، خطر این که جریان نفوذ یک جریان بسیار قوی و پدیده بسیار پیچیده‌ایه که در حوزه و دانشگاه حضرت امام بهمون قبلا گفته بود آویزه گوشمونه، تا 100 سال تو حوزه آدم میخوابونن 100 سال بعد میکشن بیرون. این جریان بسیار قویه و میتونه که یک بار دیگه با این پولهایی که برده شده، اینها مال آموزش و پرورش و مال فلان و آخریش هم مال این یارو بورس و اینها بود، فکر میکنید کجا رفته اینها؟ کجا میره مثلا این پول اینها؟ همین باد فنا میره خارج؟ کجا بلوچه میشه؟ کجا دپو میشه؟ و برای چه مصارفی؟ مشخص عزیزان دیگه 40 ساله شدیم دیگه، معلومه که برای چه جریان. بهترین شرایطش نرم زدن به ماست و سخت‌ترین شرایطش کف زمین اینها رو بیارن، اینا مثل فرزندان حضرت مغروق در استخر فرح اینها کف میدانی پول بدن اینا، بگید برید نظام رو کله بکنید اینها، اینم جیرتون روزانه پول بده که الان معلوم نیست اینا بالاخره اون مرخصی میگیره میره خونه یا خونه مرخصی میگیره میره اوین. آره باری کرد جریان اصولگرایی از مدل‌های آقایونی که یه شبه میان با هنرها میرن میخوابن، اصلا پیداشون نیست، از دیدم آقای رسای خوب نوشته بود تو این میرن میخوابن اصلا پیداشون نیست، یه دفعه شب انتخابات دوانده میرن با هنر به عنوان جبهه اصولگرایی حداد عادل به عنوان مهندسی جریان فلان اینها، اینا میان اینا تصمیم میگیرن برای نظام اینها و چه شبه اینها. این خودش یک خطر بسیار. اما جوان عزیز حرف آخر نگرانید و استرس و استراب دارید، ای سردار چی میشه آخرش اینا، آقای رسایی چی میشه، آقای مهندس چی میشه آخرش اینا، چی میشه عزیزم؟ نگران چی؟ 100 سال پیش اولین هولوکاست واقعی در خصوص ما اتفاق افتاده، یعنی ما بودیم 20 میلیون و انگلیس کثیف و خبیث که اینها نصف بچه‌هاشون اون برن و خودش هم از اونجا مدرک گرفته و اینها عامل هولوکاست واقعی بودن. از 20 میلیون 9 میلیون کشته شدیم، تاریخ نوشته این رو و متاسفانه هیچ جا نمی‌گه، حتی تو کتاب‌های درسی ما دیگه دارن 20 می‌نویسن اینا، تو کتاب‌های درسی ما روزی جریان انقلابی بیاد سر کار بعد هولوکاست بیاره تو درس ما، هولوکاست واقعی نصف کشته شدیم. انشالله بشه آج آقا، ولی چند هنوز آموزش پرورش دست ایناست، حسین فهمیده رو از تو کتاب درسی کشیدن بیرون اینا، مجلس کجاست آج آقا؟ کتاب درسی امور نواب صفوی رو کشیده بیرون، شعرهای انقلابی رو کشیده بیرون، مجید فهمیده رو کشیده بیرون، هر دفعه به رئیس آموزش پرورش نگاه می‌کنی یا داعش شهیده یا عمه شهیده یا اینجا اینقدر بیجوری داره اینا، اصلا نمی‌دونی خیلی چی باید بگیری تو. جان کلام در این مقوله عزیزم جای نگرانی نیست. زمانی که هولوکاست اتفاق افتاد کربلا رو بارها و بارها آب بستند اینها برای اینکه اصل جریان عدالت محوری آب بود، من و تو کجا بودیم که نطفه‌ای بسته شد برای ما و اینها در ذخایر تاریخ بشریت؟ الان تو اومدی پرچم عدالت و محوریت و ولایت فقیه رو تو برداشتی و اینها، تو هم این مسیر رو ادامه ندین نابود نمیشه. فکر کردید مثلا در طول این 40 سال ما نگه داشتیم با تدابیر ما مونده و اگر نبود عنایت حضرت حق تا حالا 40 کفن پوسونده بودیم ما، چیزی از ما نمونده بود؟ پس اصلا چرا نگرانی پسرم؟ من هم مثل تو یه مقطعی عینک بدبینی زده بودم و اینا اذیت میشدم این دوستر اینا رو، اما الحمدلله داریم میبینیم نشری که اتوش حججی میزنه بیرون و مال محصول این دانشگاه مزخرف نیست، بچه هیئته، مال ژن پاک واقعیه. ژن چی هست؟ ژن شمشیرزن ابو عبداللهیه. این شکست
نمیخوره. همونطور که حضرت روح الله فرمود این قرن به خواست خدا قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین خواهد بود باذن الله. و السلام علیکم.